ما در حال شنا در یک دریای بی‌پایان از فعالیت‌های مختلف هستیم. این فعالیت‌ها رفته رفته شبیه به عادت می‌شوند. پس باید مراقب باشیم در چه دریایی شنا می‌کنیم. نقل قولی هست که می‌گویند هر فعالیتی که به طور مرتب انجام شود، دیگر یک فعالیت نیست، بلکه یک عادت هست. اما یا با خود فکر کردین چه میزان از این عادت‌ها واقعا برای داشتن یک زندگی آرام و با کیفیت به ما کمک می‌کنند؟ فکر کردید که چند تا از این عادت‌ها و تا چه حد به بهبود کیفیت زندگی ما کمک می‌کنند؟ در ادامه در این ویدیو شما را با این عادت‌ها آشنا خواهم کرد. برای دیدن این ویدیو با من رکسانا همراه شوید. اما قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، دوستان عزیزم لطفاً ویدیو رو همین حالا لایک کنید و اگر هم اولین بار به این کانال سر میزنید حتماً عضو این کانال بشید. صبح‌ها زود بیدار بشید. زمانی که از خواب بیدار میشین و از خانه خارج میشین یا به سراغ کارهاتون میرین، در واقع وارد جریان کار و زندگی میشید و تقریباً کنترل کردن این جریان شناور سخت است. هرچه به میانه های روز نزدیکتر میشید نیز میزان کنترلتون کمتر میشه، یعنی خیلی اتفاقات رخ میدن که خارج از برنامه‌ریزی های شما بودند و در جاده میافتین که غلطان غلطان به سمت سوهای مختلفی میرید. بالا رفتن از این سر بالایی کار سختی هست تا بتونید دوباره مثل اول صبح داره یک ذهن باز بشید. برای همین توصیه میشه اکثر کارهایی که نیاز به آمادگی ذهنی و تمرکز بالایی دارد رو صبح زود انجام بدید، زمانی که هنوز وارد جریان شناور کارهای روزانه‌تون نشدید و میتونید روی ذهن و بدن خودتون کنترل بیشتری داشته باشید. در ساعات اولیه روزتون را هر طوری که دوست دارید و فکر میکنید براتون مناسب هست بگذرونید تا قوای ذهنی و بدنی خود را بالا ببرید. از نرمش یا پیاده روی گرفته و گوش دادن به فایل های صوتی انگیزه بخش یا مطالعه کتاب خوب و غیره. استراحت مداوم داشته باشین. کار کردن طولانی مدت بیش از حد ظرفیت هر شخصی را خسته و کوفته میکنه و از پا میندازه. شما اگه زمانهایی را برای استراحت و بازیابی قوه خود نداشته باشین، بدنتون دچار آسیب خواهد شد و افت انرژی خواهید داشت. این اتفاق بر روی همه که جنبه‌های زندگی شما تاثیر داره، چه شخصی و چه کاری. البته قرار نیست که حتما 8 ساعت در شبانه روز بخوابید، اون هم به اجبار، یا صبح‌ها سر ساعت خاصی بیدار بشید، اون هم در حالی که بدنتون خواب کافی نرفته. این که بدن شما چقدر به استراحت نیاز داره بستگی به خود شما داره و یک فرمول ریاضی و غیر قابل انعطاف نیست. بهتر هر شخصی بنا رو بر این بذاره که هر زمانی براش مناسب است به رخت خواب بره و هر زمانی براش مناسب است بیدار بشه. اگه استراحت کافی داشته باشین حال خوبی دارید و از میزان انرژی بدنی کافی برخوردار هستید. مراقبه و مدیتیشن. ما در زمانی زندگی میکنیم که گویی همه چیز طراحی شده تا حواس ما رو پرت کنه و تمرکز ذهنی ما رو بدزده. برای همین پیدا کردن لحظاتی آرام و ساکت برای ما تبدیل به یک چالش بزرگ شده. پیدا کردن و ایجاد چنین لحظاتی در زندگی امروزی یکی از ضروریات مهم هست، به خصوص اگه قصد دارید از نظر ذهنی و بدنی کیفیت زندگی خودتون رو بهبود ببخشید. به همین دلیل لازم هست برگردیم ببینیم چطور میتوان لحظاتی حتی در حد چند دقیقه در زندگی روزانه خود پیدا کنیم که در آرامش مطلق و سکوت باشیم. بدین منظور نیاز هستش که ساعتهایی رو به خصوص در اول روز به عنوان ساعت پایانه برای بازسازی قوای ذهنی خود اختصاص بدیم تا بتونید تمرکزتون رو مجددا برای ادامه روز به دست بیارید. خوردن غذاهای سالم و ورزش. زندگی غیر متحرک امروزی آرام آرام بشر رو به سوی مرگ تدریجی سوق میده و حتی ما حواسمون نیست که چنین قاتلی در به همه خانه‌هامون ایستاده. باید با خودمون قرار بزنیم که تحت هر شرایطی و هر اتفاقی هم که رخ بده سلامتیتون از همه چیز واجب‌تر هست. یعنی قبل از اینکه درگیر هر کاری دیگه بشین، ابتدا باید به سلامتی خودتون اهمیت بدید. این دو مورد رو مد نظر داشته باشید. رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی روزانه. هر روز فقط یک قدم کوتاه برای رسیدن به سلامتی بردارید و اجازه بدین جادوی اثر مرکب کار خودش رو در طی زمان انجام دهد. مورد بعدی برنامه ریزی هست. این روزها زندگی طوری شده که هر چیزی از هر طرفی ما رو به سمت خودش میکشونه. دوچار نوعی سرگردانی عجیب شدیم که ما رو از هر برنامه هامون عقب نگه میداره. به همین دلیل بایستی مرتبا به خودمون یادآور بشیم آهای طبق برنامه پیش برو. اجازه ندین شرایط بیرونی شما رو از هر سو به سوی دیگه سرگردان کنن.
فرمون کشتی زندگی خودتون رو در دست بگیرید و اون رو به باد نسپارید. مورد مهمی که وجود داره اجرای عملی برنامه ها هست. همه ما برنامه ریزی میکنیم اما موقع اجرا در جا میزنیم. اما فراموش نکنید نوع برنامه ریزی در نوع اجرا بسیار مهم هست. طوری برنامه ریزی کنید که با واقعیت ها جور در بیاد و قابل اجرا باشه. از قدیم ها گفتن سنگ بزرگ علامت نزدن هست. تمرکز خودتون رو روی فعالیت‌های مهم بذارید. اگه کمی دقت کنید خیلی از کارهایی که انجام میدین در عمل هیچ سودی به حال شما ندارد. نه باعث پیشرفت شخصی میشن و نه کمکی به ذهن و بدن میکنند و در نهایت نیز باعث بهبود کیفیت زندگی نمیگردند. زمان بسیار ارزشمند هست. زمان طلا هست. نباید اون رو بیهوده دور ریخت. هر زمان دچار تردید شدید آیا فلان کار ارزش انجام دادنش رو داره یا نه، بهتر به اهداف کلیتون نگاهی بندازید و ببینید آیا اون کار در راستای بهبود کیفیت زندگی شما هست و یا نه. آیا میدونستین با انجام فقط 20% کار با ارزش میتونید 80% بهره ببرید؟ مهارت های جدید کسب کنید. به خاطر داشته باشین برای رسیدن به هر هدفی قطعا نیاز دارین یک سری مهارت های جدیدی یاد بگیرید. در واقع آنچه شما را هدایت میکند که چنو مهارت جدیدی یاد بگیرین اهداف شما هست، نه پیشنهاد دیگران یا چشم هم چشمی. نبایستی مرتبا از این شاخه به آن شاخه بپرید و به کلاس های مختلف برید، بلکه هر مهارتی که قصد دارین یاد بگیرین بایستی در راستای هدف شما باشه، وگرنه تمام عمرتون رو باید از این کلاس به آن کلاس برید. اگه کلاس بسیار مهمی برای پیشبرد اهدافتون پیدا کردید اون رو از دست ندید. مهم نیست مسافتش با شما چقدر هست، حتما در اون شرکت کنید، چون زندگی آینده شما رو بهبود خواهد بخشید. داشتن تعامل با دیگران. به خاطر داشته باشین اگر شما خلاق‌ترین فرد در اتاق هستین احتمالاً در یک اتاق اشتباه هستین. بهتر از مرتباً به دنبال افراد خلاق‌تر از خودتون بگردید. افرادی که کارهای فوق‌العاده خلاقانه در زندگیشون انجام دادند. از اونها درس بگیرید. حتی سعی کنید که از افرادی که در زندگیشون شکست خورده یا سرد شده اند اما با انجام کارهای الهام بخش تحسین همگان را برانگیخته اند هم صحبت باشید تا برای شما نیز انگیزه بخش باشند. خود بزرگ بینی باعث افت کیفیت زندگی می شود. ارزیابی همیشگی. وقتی مشغول هستیم زمان به سرعت میگذره، طوری وقت نمی کنیم که کمی در خودمون تأمل کنیم و تحلیل داشته باشیم. اما استفاده از نظرات دیگران میتونه به ما کمک کنه. همچنین ارزیابی‌های شخصی خود از خود رو نیز بایستی حتما در فهرست کارهای روزانه قرار دهیم. بهترین زمان برای ارزیابی قبل از خوابیدن هست. بررسی کنید ببینید در طی آن روز تا چه حد و چنگام پیش رفتید، کجاها دچار ضعف در عمل کرد بودید و کجاها خوب پیش رفتید. به این صورت میتونید برای بهبود کیفیت زندگی خود در فردا بهتر عمل کنید. ارزیابی باید همیشگی باشه، نه تنها به طور روزانه، بلکه هر چند ماه یک بار نیز بایستی یک چنین ارزیابی را از کار خودتون داشته باشین تا با دید وسیع‌تری به نقاط قوت و ضعف خودتون پی ببرید. ارزیابی رو هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری انجام بدید. پیدا کردن و حل نمودن مشکلات وقتی کوچک هستن راحت‌تر هست تا مواجه شدن با مشکلاتی که تبدیل به قول بیش خودم شدند. گاهی نیز نیاز هست برای حل مشکلات در برنامه‌ریزی‌های خود تجدید نظر کنید. نگران نباشید. بهتره داری انعطاف کافی و قدرت پذیرش بالا باشید. مهم هدف‌های شما هست، نه برنامه‌ها. و در آخر مطالعه کردن. مطالعه کردن چه کتاب قصه باشه و چه غیره و چه هر کتاب دیگه‌ای در هر موضوعی که دوست داری نه تنها خلاقیت شما رو از بین نمی‌بره، بلکه باعث جرقه زدن ایده‌هایی در ذهن شما میشه. یک نکته‌ای که در مورد کتاب خواندن نیز باید بدونید این هستش که همیشه نمی‌توان تمام ایده‌ها و کلمات و موضوعات کتاب رو به خاطر داشت و حفظ کرد. هرگاه مشغول مطالعه کتابی هستین بهتره ببینید کدام یک از موضوعات و حرف‌های کتاب در زندگی شخصی شما کاربرد مفید دارند و سپس از همان استفاده کنید. شاید اگر همین کتاب ها را چند سال دیگه بخونید موارد دیگه براتون مهم خواهند بود که قبلا نبودند.